سلام، من پدیده هستم، خادم دانشگاه. آشنایی من با مسیح وقتی شروع شد که دانشجوی دانشگاه بودم. تو اون زمان وقتی که از من دعوت شد که ایمان به مسیح بیارم، زمان خیلی تاریک از زندگی من بود. با همسرم چند سال بود که آشنا شده بودم، ولی به خاطر فشار خانواده اجازه ازدواج به ما نمیدادن و بسیار زندگی در گناه رو پیش گرفته بودیم و این گناه سنگینیش بر من بود. دور از چشم خانواده با همسرم در ارتباط بودم، ولی از لحاظ ایمان به اسلام خیلی قوی بودم. هر سال ما میرفتیم صیغه محرمیت میکنیم که بتونیم ارتباطمون رو داشته باشیم. در اون زمان که به من و همسرم دعوت شدیم به مسیح، یادم میاد که سعی جلسه رو ترک کردیم و حتی من با دوستای مسیحی من قطع ارتباط کردم. توی اون تایمی بودش که من بار بسیاری از گناه رو دوشم حمل میکردم و از خدا من که خدای علیه بود به شدت میترسیدم و تمایل این که بخوام بار بیشتری رو بردارم و بخوام خدا رو انکار کنم و بخوام دنبال خدای واقعی بگردم برای مشکل. وقتی که من به مسیح ایمان آوردم، برمیگرده به زمانی که دوستایی که ایماندار بودن و من بشارت داده بودن سالیان قبل، شاید 15 سال قبل، با اینکه من اونها رو نمیخواستم از اونها دیگه میکردم، اونها محبتشون رو به من ترک نکردن و در دعا برای من ایستادن. این عزیزان خادمایی بودن که مال شبکه 7 بودن، ولی من اطلاعی نداشتم. مثلا اون سالها از شبکه 7، تلویزیون 7 و ماهواره 7 من هیچ اطلاعی نداشتم. این عزیزان کنار من وایسادن، دو تا دوست وفادار و مهربون که فقط به من محبت و مهربونی کردن. و بعد من تو این سالها میدیدم که توی زندگیشون برکت هست، چقدر شخصیتشون تغییر کرده و واقعا تفاوت رو احساس میکردم. چرا من هر چیز زور انسانی میزنم، تلاش میکنم، به چیزهایی میرسم، ولی واقعا زندگی من اون برکت درش نیست. تا زمانی که من میخواستم باردار بشم، اما به خاطر یه مسئلهی که از قدیم برای من همسرم پیش اومده بود، بدن من بچه رو نگه نمیداشت. و اون زمان بودش که دوست ایماندار من به من گفتش که بیا و این بار اجازه بده که عیسی مسیح ازش بخواین و تو این معجزه رو دریافت بکنی. دعا کرد و خداوند به من فرزندی داد و فرزند در رحم من ماند. و مثل داستان کتاب مقدس که ما داریم حنا رو، و برای من هم خداوند یک پسری مصاحبه شدیم که آمین که بتونه که یک پسر برای خداوند باشه. زندگی من از وقتی که به مسیح ایمان آوردم، خب برام خیلی سخت بود که بتونم که ایمان بیارم، ولی چون معجزه دیده بودم و خواستم که خداوند گناهام رو ببخشه، خیلی بار بزرگ گرمه من برداشته شد. بار گناهانی که این همه سال خودم هم میکردم و عیسی مسیح تنها نجات دهنده این بار رو به صلیب به جون کشیده بود. اولش خواستم زندگیمو خیلی عادی ادامه بدم، به همه نشون ندم که مسیح هستم و انجیلم رو قایم بکنم، ولی حقیقتش امکان پذیر نبود. اون شیرینی که من چشیده بودم دوست داشتم بقیه هم بدونن. خانواده‌ام متوجه شدن و به شدت منو طرد کردن. به خاطر مشکلاتی که برامون پیش اومد، ما به کشور سوئد مهاجرت کردیم و من اینجا به عنوان پناهنده شدم. زمانی که اینجا پناهندگیم شروع کردم، خیلی تنها بودم، خیلی با هیچ کسی ارتباط نداشتم، زبان بلد نبودم و دوباره اون عزیزانی که خادمین شبکه 7 بودن، دوستان من بودن، با من در ارتباط قرار گرفتن و من معرفی کردم مدرسه 412 رو که بتونم ایمانم رو توش رشد بدم. من شاگرد شدم و بعد برامون کلیسای آنلاین در نظر گرفتن، برام شبان در نظر گرفتن و خانواده من رو تحت حمایت خودشون قرار دادن. الان که کنار شما ایستادم، من یه خانواده بزرگ ایمانی دارم، به عنوان یه خادم دارم برای خداوند خدمت میکنم.